دوستان سلام من ام هستم و این کانال منه توی این کانال بهتون یاد میدم که چطوری یه سری چیزها رو توی خونه درست کنید و توی هزینه‌های خودتون صرف جوی داشته باشید و یا اینکه واسه کسب و کار و فروش بتونید ازش استفاده کنید آموزش هایی که میدم به هیچ عنوان نیاز به ابزار خاصی نداره نیاز به وسایل خاص و سرمایه ای نداره کلا آموزشام اینجوری هستش و خیلی کاربردی هم هستش حتماً خوشحال میشم که ویدیوها رو ببینید فیلم زیاد گذاشتیم آموزش زیاد گذاشتیم از تولیدی لواشک خیارشور مایه دستشویی و تولید نشاسته خیلی از تولیدهایی که توی منزل میتونید کسب درآمد کنید رو گذاشتیم اخیرا آموزش الکل سازی و شراب سازی هم گذاشتیم ممنون میشم که ببینید لایک کنید سوالی اگه بود میتونید کامنت کنید امروز میخوام بهتون یک روش دیگه بهتون یاد بدم راجع به اینکه چطور میتونید پاپ درست کنید و بفروشید و یا اینکه توی خونه خودتون با هزینه کم و مکرون به صرفه و به صورت تجاری درست کنید. قبلا بهتون یه روش یاد دادم که با ماکروویو بود، رژیمی بود، بدون روغن و خیلی ساده بود. دوستانی اومدن گفتن که ما ماکروویو نداریم. مشکلی نداره دوستان. این روشی که بهتون میگم دیگه نیازی به هیچ چیز نداره. یه گاز ساده، یه اجاق گاز نیاز داره. خب مقداری ذرت نیاز داریم که ما ذرتمون رو برداشتیم و یه قابلمه هم نیاز هستش بهتر قابلمه تو سرامیکی یا تفلون باشه بهتر هستش ولی خب میتونید تو قابلمه های روی هم استفاده کنید یه مقدار نمک میریزیم نمک خوراکی هستش من حدود یه لیوان نمک رو ریختم داخل قابلمه و شعله رو زیاد کردم اجازه میدیم که کاملا به صورت کامل نمک ها داغ بشه و حرارت رو کاملا به خودش بگیره و کاملا داغ داغ بشه بعد یه مقدار بسته به ظرفتون که کوچیک هستش یا بزرگ هستش یه مقدار ذرت رو خیلی نباشه یه مقدار کمی نسبت به ظرفتون خب مثلا الان اینجا چون من ظرفم کوچیک بود حدودا نصف یه رو ریختم میریزیم داخل نمک های داغ شده و شروع میکنیم به هم زدنشون که حرارت نمک ها به این ذرت ها برسه و باعث بشه که تبدیل بشن به پاپ کورن دوستان این روش تجاری هستش مقرون به صرفه هستش و روش بازاری هستش یعنی دیگه روغن نیاز نیست میدونید که این روش که شما توی خونه استفاده میکنید که روغن میزید اصلا این روش روش درستی نیست یکی اینکه اصلا هزینه خیلی بالایی داره روغن دوم اینکه بعد از اینکه یه مدت میمونه یه طعم بدی میگیره اون پاپ خب پس این روش روش صحیح است یا اون روش ماکروویو حالا ماکروویو رو گفتن نداریم نمیتونیم فلان اینا اوکی من این روش رو بهتون آموزش دادم این هم کاملا رژیمی کاملا سالم کاملا درست و صحیح بدون ضرر بدون اینکه چاق بشید یا اینکه هزینه زیادی داشته باشه چون واسه فروش اصلا صرفه اقتصادی نداره روغن و طعم بعدی هم میگیره خب ببینید بعد از چند دقیقه که این ذرت رو من هم زدم مرتب داخل نمکی که شد کم کم داره شروع میکنه به تبدیل شدن به پاپ کن. تقریبا یک سوم اینا که تبدیل شد به پاپ کن دیگه باید در ظرف رو بذارید و به این صورت که من نشون میدم دیگه نیاز به هم زدن با قاشق نیست. ظرف رو باید هم بزنید که ته نگیره و حالت سوختگی بهش دست نده به ها چون اگه دونه ها بسوزن یا حالت چیز میشن دیگه از بین میرن تبدیل به پاپ کورن نمیشن مرتب همش میزنید و ببینید الان من درشو گذاشتم و دیگه یهگداری اون قابلمه رو روی شعله یه تکونی میدم که نمک ها به ذرت ها بخورن و تبدیلشون کنم به پاپ کورن کاملا اوکی هستش قرار نیست نمک بهشون بچسبه خیالتون راحت باشه یعنی فکر نکنید الان نمک رفته داخلش اصلا حالا نشون میدم وقتی ببینید این الان دیگه تبدیل شد به پاپ کورن زیر شعله من خاموش کردم الان میاری بیرون راحت بدون اینکه نمک چیزی توش باشه کاملا ببین بدون نمکی. هیچ نمکی چیزی هیچ کاملا اوکی حالا اگه خواستید طعم دارش کنید طعم دار خیلی خیلیاتون بلدید اگه نخواستید من یه ویدیوییه کامل قراره واسه این طعم دار کردن این ذرت ها و این پاپ ها بذارم چون اصلا بحث خیلی بزرگیه تو این ویدیو نمیشد گفت خیلی تعمای خاصی داریم تو کشورهای مختلف یه تعمای خاصی بهش میزنن و یه فرایند کاملی داره خب این نیست که حالا با همینجا یه تعمی بهش بزنن ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید حتما سوالی اگه بود کامنت بذارید قربان شما خدا نگهدار